به بخش سوم برنامه خوش آمدین بیننده های گرامی. در این بخش برنامه مصاحبه داریم با جناب استاد گرامی عطاءالله خنس، استاد دانشگاه و آگاه روابط بین الملل، که در مورد نقش کشورهای همسایه افغانستان در روند صلح افغانستان بیشتر صحبت میکنیم. استاد خوش آمدین. سلامت باشین. استاد گرامی، از اینجا آغاز میکنیم که کشورهای همسایه افغانستان چه نقشی میتونن در روند صلح افغانستان داشته باشند؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله، صلاة و سلام علی رسول الله. بعد خدمت شما و خدمت دستندکاران برنامه و همه بینندگان عزیز عرض سلام و ارادت دارم و خوشحال هستم که در یک بحث بسیار مهم که نقش کشورهای همسایه در روند صلح افغانستان است در خدمت شما و بینندگان عزیز و ارجمند شما حضور دارم. ببینین فخری صاحب، صلح در افغانستان یا گفت جنگ در افغانستان سه لایه بسیار پیچیده داره. یک لایه پیچیدگی داخلی، یکی هم لایه پیچیدگی منطقی و منطقی و یکی هم لایه پیچیدگی بین‌المللی داره. ما هر زمانی که در مورد صلح باثبات در افغانستان صحبت میکنیم باید توجه داشته باشیم که به این سه لایه خیلی پیچیده و توی در تو به تعبیر دیگر، که یکی قطعا به دیگری ارتباط مستقیم و زنجیره‌ای داره، باید بپردازیم. در مسئله داخلی که بارها شما در برنامه‌تون صحبت کردین، باید تمامی اطراف مؤثر در روند سیاسی افغانستان، در سازگذاری های کلان افغانستان، باید مستقیما فرصت داده شوند و وقت داده شوند. به این معنی که تمامی ایدئولوژی ها احترام گذاشته شود و سلیقه ها و مشرب سیاسی و برداشت ها و ایدئولوژی ها کنار هم بنشینند و بر روی مشترکات جمع شوند و به فکر ثبات افغانستان شوند. اگر قرار میشه که ما یک طرفی را ولو تاثیر گزارش کم هم بوده باشه او را ما در نظر نگیریم، طبیعی است که روند صلح را از لحاظ داخلی صدمه وارد میکنه و باز هم ما دچار یک مشکل داخلی خواهیم بود که هرگز فرصت نخواهیم یافت که به بعد خارجی قضیه پردازیم. لایه دومش بدون شک لایه منطقه‌ای است و در بحث لایه منطقه‌ای ما بیشتر با همسایه هایمان سر و کار داریم. در مورد همسایه ها یا جنگ در افغانستان که یک جنگ نیابتی پیچیده استخباراتی است، نقش قدرت های منطقه‌ای و بخصوص همسایه ها را در نظر از نظر بیرون کردن نمی توانیم. مثلا در افغانستان ما جنگ نیابتی پاکستان را داریم، جنگ نیابتی هند را داریم، جنگ نیابتی روسیه را داریم، جنگ نیابتی ایران را داریم، جنگ نیابتی عربستان سعودی را داریم و جنگ نیابتی به نحوه آمریکایی ها را داریم، انگلیس ها را داریم، حتی در اواخر چین هم نقش برجسته خودش را با ای که از به اصطلاح ظاهرا از چشم به دور هست ولی نقش خودش در جنگ افغانستان داره که نمیتوان از او قطعا به سادگی گذشت و رفت. اما در این لایه منطقه نقش دو تا همسایه ما خیلی برجسته است. حتی میشه به تعبیر تعدادی از تحلیلگران مسائل سیاسی بخصوص در حوزه افغانستان وقتی این جغرافیا را مورد بحث قرار میتن، میگن که شاید فیصدی زیاد جنگ همسایه هایمون در افغانستان باشه و قطعا تا زمانی که ما همسایه های ما را یا در توافق داخلی و توافق منطقی و توافق بین‌المللی را حداقل توافق نسبی را نیاریم و در شکل دهی زعامت سیاسی آینده افغانستان به نوع نگرانی های همسایه های ما را در نظر نگیریم، قطعا صلحی که می آید پایدار نخواهد بود و هر لحظه از یک جای به نحوه خواهد لنگید و شکننده خواهد. بله، خیلی ممنون استاد. حالا میریم به کشور پاکستان. خب استاد، هیئت گروه طالبان در این هفته به پاکستان رفته بودن در حال که روند گفتگوی صلح متوقف هست و پاک با عمران خان دیدار داشتن با دیگه مقام های پاکستان و عمران خان چند روز پیش به کابل هم آمده بود. و نظر شما استاد، پاکستان چه نقشی میتونه در روند صلح افغانستان داشته باشه؟ های همسایه از چند لحاظ های اهمیت هستن. اولی که
وقتی در یک کشوری سرزمینی بحرانی خلق میشه، مردمی که به جان آمدن از این بحران و به خاطر نجاتشان میخواهند از این وضعیت جغرافیا را ترک بکنن به کشور دیگه پناهنده شوند، نزدیکترین کشور را پیدا میکنن و از مرزها عبور بکنن و با مصرف کم و تحمل خطر کم به اونجا برسن، کشورهای همسایه است. از لحاظ دومی که همسایه هم به خاطر که استفاده های افزاری خود، استفاده های سیاسی خود به عنوان یکی از گروه های فشار از این مهاجرین داشته باشه، زمینه را مرزهای خود باز میکنه، زمینه را مساعد میکنه و یک بستر فراهم میکنه که به پناهندگان یا مهاجرین همسایش جا بده. طبیعی ما از زمانی که هفت ثور کودتای ننگین و بعد فرجام هفت ثور آغاز میشه و یک تعداد زیادی از مردم ما آواره میشن و مجبور به ترک دیار و آشیانه خودشان میشه، طبیعی که نزدیکترین کشوری را که پیدا کردن در زمان، طبیعی که کشور همسایه ما شما پاکستان بوده. خب در زمان ایران درگیری با عراق بوده و مشکلات خودش را داشته و تازه یک انقلاب اونجا شکل گرفته بود و از هر لحاظ اونجا وضعیت بحرانی بود، اما پاکستان یک بستر مناسب بود و مردم ها اونجا رفتن و طبیعی است که او احزاب یا تنظیم هایی که مخالفین سیاسی مسلح که برای براندازی نظام کمونیستی به داخل افغانستان فعال بودن مبارزه می کردن در پاکستان حضور داشتند و طبیعی است که در اونجا شبکه استخباراتی پاکستان های سای و حکومت های که اونجا و احزابی که اونجا بودن در تبانی با احزاب در همکاری با اینها برای سقوط این نظام همکاری کردن و طبعا این احزاب بدون همکاری پاکستان و نهاد استخباراتی پاکستان و حکومت پاکستان و بدون قبول کردن بخش از فرمایشات اونها طبیعی بود مجبوریت هایی بود که نمی توانستن مستقل عمل بکنن، طبیعی بود. از اون زمان پاکستان تجربه به اصطلاح ابدا ایجاد ابدا و تمویل احزاب مخالف حکومت های افغانستان در پاکستان داشته. بعدش وقتی طالبان شکل میگیره که امروز هم طرف اصلی گفتگوها پاکستان است، طبیعی که پاکستان هم از لحاظ بستر زمانی و هم از لحاظ بستر مکانی همه اینها در یک مقطع زمان در پاکستان شکل میگیره و از اونجا به نحوه تقویت میشن و امکانات برشان فراهم میشد در تبانی با کشورهای دیگه که منافع مشترک داشتن در سیاست خارجی پاکستان و در هم کوفتن این حکومت و حداقل حضور آمریکایی ها و بعض قدرت های دیگه. طبیعی است که کاملا پاکستان بر فضا مسلط است و تمامی نیروها را به نحوه حمایت کرده، برنامه داده و نگهداری کرده و پناهگاه های در خدمتشان گذاشته. بنابراین پاکستان کاملا بیشتر از هر کشور دیگه نقش بسیار مؤثر داره، ولی به شرط از این که دیده شود که پاکستان چه خواست هایی داره و دست خارجیش منافع به اسلام ملیش یا نشل انترستش چی تقاضا میکنه، با او توجه شوه میشه که او توافق را به دست بده. اگر اتفاق با حکومت پاکستان و احزاب مؤثر در پاکستان و فعال در پاکستان به خصوص احزاب دینی و تاثیرگذار که در تربیت معنوی گروه های مخالف مسلح افغانستان نقش داشتن، اگر با در تبانی اونا اتفاق اونها گرفته نشه، طبیعی است که فکر نمی کنم که مؤثر تمام شده این روند گفتگو. استاد قبلا پاکستان خب بارها یادآور یا گفته که برای افغان ها ما همکاری میکنیم، اما متاسفانه که نتیجه نداده. به نظر شما حالا همکاری خواهد کرد یا نه؟ بس اگه بیداره که اجماع بین المللی چیست و آمریکایی ها کدام جناح را میگیرن و بالاخره سیاست خارجی حکومت تازه آمدی آمریکا چیست از یک طرف، از طرف دیگه پاکستان همواره در دیپلماسیش تلاش کرده که اخوالگری بکنه و مطرح بکنه که گویا ما در کنار افغانستان هستیم، ولی قطعا پاکستان نگرانی های خودش داره چون پاکستان با یک همسایه خیلی مقتدر روبروست و همواره از اون ناحیه آسیب پذیر است و فکر میکنه که بالاخره باید جلوه و مانع و سد ایجاد کرد تا از رشد و پیشرفت خیلی چشمگیر هندوستان در افغانستان جلوگیری شود.
از این خاطر از این بابت نگرانی داره و متاسفانه یا به هر صورت حکومت های در افغانستان و در اخیر حکومت آقای کرزی بعدش هم حکومت آقای غنی یک نوع سیاستی که تعادل را در روابط دیپلماتیک در روابط بین المللی با پاکستان دست خارجیش با پاکستان هند او تعادل حفظ بکنه متاسفانه نتانستن و بیشتر علیه پاکستان شوریدن و این باعث شد که پاکستان نگرانی هایش بیشتر شد و از تحرکات هند نگران باشه. بله خیلی ممنون استاد. استاد در مورد ایران بگوین، کشور دومی که همسایه ما هست و بیشتر سرحد هم با اونا داریم بس از پاکستان، هند چه نقشی میتونه داشته باشه در روند ایران صلح و هند؟ افغانستان؟ ایران با ایران. مذرد. خب طبیعی است که اون نقشی که برازنده که پاکستان داره شاید ایران به سطح نباشه ولی کمتر از اون نیست. طبیعی است که امروز ما چند میلیون مهاجر در ایران داریم که به عنوان یک گروه فشار میتونه از استفاده بکنه. به هزارها تن 23 هزار که وزیر خارجه چند شب قبل مطرح کردن یکی از برنامه های سیاسی با شبکه های افغانی مطرح کردن 23 هزار دانشجو دارن و به هزارها افغان دیگه که غیر قانونی رفتن اینا. و از طرف دیگه وزیر خارجه ایران یک مسئله را که بازتاب داد توی بود که پرده برداشت که ما با طالبا گفتگو داشتیم و طالبا سفری به تهران داشتن و ما در تهران استقبال کردیم و با اونها به اصطلاح صحبت کردیم و حرف و حدیث های دو طرف شریک کردیم، نگرانی های خود و پیام های و برنامه اونها را دیدیم و در اونجا مطرح کردیم. هدفشی بود که به تمامی گروه های دخیل در قضیه افغانستان بفهمانه که ما با طالب ارتباط داشتیم، از گذشته ها بوده و به نحوی مشترکاتی هم با طالب داشتیم. و صرف دیگه تشویش در مورد حضور آمریکا در افغانستان مطرح کرد و ای که گویا آقای ترامپ افغانستان را قربانی سیاست مثلا پالیسی انتخاباتیش در آمریکا کرد و این مسئله مطرح کرد. ایران چون در همسایگی ما هست و نفوسی که داره قطعا نمیشه او را انکار کرد در افغانستان و ما به یک کشور سربازی میمانیم که هر چیزی در این مملکت ممکن است و هر نوع فعالیت‌های سیاسی استخباراتی متاسفانه یک نظامی که استقرار و ثباتش حداقل حفظ شده باشه و به صورت خارجی پردازه و حداقل کنشگرای منطقه یک مقدار جلو بشه بگیره سر جای خودشون ایستاده بکنه متاسفانه به او پرداخته نشده. ایران از بابت آب قطعا نگرانی داره، اگر این بندها ساخته شود سیستان و بلوچستان خیلی از مناطقش از این ناحیه آسیب میبینه. از طرف دیگه اگر یک حکومتی با او تعریف که طالبا داشتن بیاید طبیعی است که با او فقه سیاسی تشیع تبانی نداره و یا مشکلات خودش داره و از قبل هم که حکومت طالبا در افغانستان در بعد از مناطق مشکلات خودشان داشتن این مایه نگرانی است. از او خاطر او مطرح میکرد که بله. اگر طالبا به شکل توافقی با تمامی جناح‌های مؤثر و درگیر در افغانستان کنار هم به تشکیل یک نظام بپردازن قطعا حمایت میکن، اما در غیر از او اگر یک طرف خاصی به همین حکومت را با تمامیت خواهی خودش به دست بگیره طبیعی است که نگرانی خودشان داشته. بله استاد، حالا در جنبندی میخواییم این را بپرسم که حکومت افغانستان چقدر توانسته که همین کشورهای همسایه ما را قناعت بده که یک اجتماع منطقه‌ای در مورد گفتگوهای صلح افغانستان ایجاد شود؟ متاسفانه در این اواخر در بخصوص حکومت دولت ملی که شکل می گرفت در اواخر آقای کرزی هم اینطور بود، تعادل را در روابط بین المللی بخصوص با همسایه ها در نظر نداشتیم. گاهی چنان با هند نزدیک می شدیم که اسلام آباد را فراموش می کردیم، روابط خیلی نزدیک با دیلی می شدیم. گاهی هم چنان باز پاکستان با پاکستان نزدیک می شدیم که دیلی احساس خطر می کرد. همین رقم مثلا در بین آمریکایی ها و ایرانی ها در روابط ما تعادل حفظ کردن تا اسم قسم روسا را. ما به یک دیپلماسی فعال نیاز داریم که این حوزه ما رو خوب مطالعه بکنه، خواست های کشورهای همسایه را منافعشان را ایکونو چی میخوان از ما ایره و ما به اونو چی نیاز داریم، این داد و ستد از سیاست خارج چی هست و چطور میتونیم که خواسته های هم به خواسته های همگی نسبی برسیم و حداقل رابطه ما رو باشان حفظ بکنیم و یک رابطه را قربانی رابطه دیگه نکنیم. من فکر میکنیم که نیاز داریم. متاسفانه که در وزارت خارجه هم و
برنامه سلیقوی بیشتر حاکم است تا یک استراتژی تعریف شده و کلان ممنون استاد. و راهبردی با همسایه های ما در تامین رابطه بین الملل. استاد اطولا خنس، استاد دانشگاه و آگاه روابط بین الملل، خیلی ممنون که برای من تشریف بودین استاد. شما سلامت باشید. خب بیننده های عزیز، سی بود برنامه اسلامی نرای که این هفته تقدیمتون شد. تا برنامه بعد که باز هم در یکی از برنامه دیگر در خدمت قرار میگیریم. الله نگهدارتان.